برنامه در حال آنچه که از دیدگاه اعراب که 100 سال پیش پذیرای یهودیان بودن که آمدن در اینجا و سکنا گزیدن که برگشتن به اورشلیم، برگشتن به یکایک شهرهایی که هبرون و غیره رو که آمدن کبر راخیل و مقابری که بود و اینها رو آمدن بسازن، ما یک تضادی رو یافت کردیم بین یهودیان اروپایی که به اینجا آمده بودن مهاجرت کرده بودن، تضادی که از نظر آداب و رسوم خارجی و فرنگی خودشون با پشتیبانی دولی که به دنبال تمپلرها و غیره اینها که به دنبال آباد نشینی بودن، به دنبال این بودن که اسرائیل رو آباد کنن، مدد رسانی بکنن، ولی یک کشوری بود لایمزرع و چیزی نبود، خاک بود و صحرا بود و غیر اینها، ولی یهودیان بودن که دست به دست یکدیگر موفق شدن بیان و دوباره اینجا رو آبادش کنن و تبدیلش بکنن به یک سرزمینی که در اون میشه زندگانی کرد. آمدن ساختن و یهودیانی که از کشورهای اسلامی نیز آمدن، از مراکش گرفت و ایران، از عراق گرفت و کشورهای عربی دیگه که با تأسیس اسرائیل اونها رو اخراج کردن، تبدیلن با دو تا چمدون از کشور خارج شدن بدون پول، تمام دارایی اونها رو مصادره کردند، بتونند بیان در قبال استعمار روس و انگلیس بیستن و مشت محکمی باشه بر در دهان یاوگویان که بتونن بیانگری باشه از ضدیت با کلونیالیسم، که بتونن بیان بسازن و یادآور انکار مواردی که وجود داشت که قطعا یادآور انکار هولوکاست میتونه باشه رو به کنار بزنن، حالا چه یاسر عرفات باشه که به عنوان رهبر پلشتینی شک داشت که معبد یهودی در روشان اصلا وجود داشته. مثلا خود پروفسور موریس در 2002 این مثلا متکانی و در سال 2018 محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان پلشتینی نیز ادعا کرد یهودیان اشکنازی اصلا از نوادگان اقوام ترک هستن به نام خزری ها که به یهودیت گرویدن و در واقع به اسرائیل ارتباط ندارن. آنچه که کرشنر در 2018 آمده در این ارتباط آمده گفته، ولی یهودیان رو ثابت میکنه حتی خزری نیست باشن، اشکنازی ها نیست، خزری نیست باشن، از شمال ایران همه مثل بحر خزر، ولی که 210 سال پادشاهی رو داشتن و به یهودیت گرویدن. با وجود این حالا ما میتونیم بیایم بگیم که یهودی که به یهودیت گرویده از اونکلوس باشه تا از نوادگان تیتوس باشه که معبد سلیمانی ها در بار دوم خراب کردن، تا افرادی باشه که مفسران یهود اشمایا و افتالیون باشه و حتی ربی عکیوا. از این رو آنچه که اهمیت داره برای این هستش که چگونه همچین افرادی که به یهودیت نیست گرویدن، که 210 سال پادشاهی خزر و اکوزاریم رو داشتن، یک صدا هم صدا با یکدیگر به دنبال بازسازی این مملکت هستن. حالا بگیم مصادره متنود، حالا بگیم که یهودیت یهودیتی هستش که ممکنه در کشورهای شرقی نبوده، میانه روی میانه روی و غیره اینها، بله آنانی بودن که یهودیانی که از اروپای شرقی اومدن، کمتر از اروپای غربی و کشورهای اسلامی که اومدن اینجا رو دوباره بسازن، که از فجایعی که رخ داده بود جلوگیری کنن، never again رو بیان با سیادت ملی خودشون و ملیگرای خود یهود و جدای دین از سیاست بتونن در شهر خودشون و کشور خودشون که در اون مقایی میتونه باشه برای آزادی اندیشه قلم و نیایش دیگر کیشان و دیگر اندیشانی مثل مسلمین و 18 ادیان دیگری که در اینجا هستند در کنار دیگر بتونن همزیستی مصالحه‌آمیز و در